این حدیث رو ببینید، حضرت میفرمایند که حدیث نبوی است. پیغمبر میفرمایند که دو گروه از دوزخیان را هنوز من ندیدم. دو گروهش هنوز من ندیدم. حالا خود حضرت نخواسته ببینه، گفت آقا من نمیخوام اینا رو ببینم، مثلا خوشش نمیاد، به دلیل یا دلیل شما نمیدونیم. حضرت میفرمایند من ندیدم اینا رو، ولی به من خبر دادن که این دو گروه هستن. یک گروهی که تازیانه هایی مانند دم گاو در دست دارن و مردم را با آن میزنن، مثل این بردهدارا و کسانی که تو این زمینه ها فعالیت میکردن، یا تازیانه هایی دارن مثل این، مثلا زمان طاغوت بعضی این مامورا بودن، اینا میزدن مردم باهاش فلان اینا، دائما نه اینکه توی یک جریانی بقرار میشه، دائما تازیانه دارن زجر میدن افراد، برده زیر دستشون و نوکر زیر دستشون و کارگر زیر دستشو میزن. حضرت فرمود اینا اهل دوزخن 100%. منم هنوز این گروه تو دوزخ ندیدم، اینا رو این دوزخیان ندیدم. گروه دوم به من خبر دادن که اینا اهل دوزخن، زنانی که پوشش دارند اما برهنه اند. الله اکبر. ببینید چقدر فرمایش جالب. پوشش دارن؟ بله. شلوار پاش کرده، پیراهن تنش کرده، روسری هم خیر سرش به سرش کرده، دو هواخوری برای خودش گذاشته، از جلو و از عقب. اینجوری که میکنه جای پس کردنیش پیدا هست، کلش رو همچی میکنه، از جلو موهاشه، خدا کنه اینا همه همین کلاگیس هایی باشه که از چین میاد سرشون میکنن. حالا راجبه اونم حدیث داریم. فرمود که گروه دوم زنانی که پوشش دارند اما برهنه اند. کاش این شلواره رو اینجور پا نمی کردن، کاش این مانتوه رو اینطور تن نمی کردن، کجراهه می روند. خب راه صحیح نیست این که دارن میرند. الله اکبر. و دیگران را نیز به کجروی تشویق می کنند. لا اله الا الله. یعنی به دیگران هم چی می کنند؟ چیه چادر سرت می کنی؟ کلاغ سیاه شدی؟ وردار. این حرف مال زمان 1400 سال پیش بود. الان کسی حرفا رو بد نمی داره. الان مد بد ببینی چیه، رو مد عمل کنی، مردم می بینند کسی خواستگاریت نمیاد، خواستگاری دخترت نمیاد، با خونتون رفت آمد نمی کنه، بیا قاطی زندگیش. اینا چیه تو داری این حرف؟ پیغمبر فرمود دیگران هم تشویق به همین کجروی میکنن. سرهایشان همچون کوهان شتر خراسانی فروهشته است. یعنی سرهاشون اومده بالا، موهاشون رو میارن بالا، میبندن ولش میکنن پایین، رو سریا رو میارن رو این موها چی میکنن. تو مترو میگفت چند روز پیش یک بنده خدایی میگفت تو قسمت خانوما یه خانومی روسریش رو برداشت، شروع کرد سرش رو اوورد موهاش رو بالا، اینجا بس موهاش رو روسریش رو سر کرد، توی آینه مترو نگاه کرد دید نه نه جلب توجه نمی کنه، دوره روسریه رو برداشت، موها رو دوره پریشون کرد، دوره از سر دوره شروع کرد بستن. اینا یا شنگول آبادی هن خدا وکیلی، یا منگول آبادی هن. آخه آدم سالم این کار انجام میده؟ آدم با شخصیت این کار انجام میده؟ تو مترو قسمت خانوما جای تنظیم کردن موه؟ خب اینو هر کسی میفهمه، هر کسی که اینو این کار انجام میده یعنی نمیفهمه. آقا حالا ما به زور که نمیخوام بگیم فرد نفهمه، خودش داره میگه من نمیفهمم، من نفهمم. این که میگیم شنگول آبادی شوخی نمیکنیم، واقعا انسان متشخص این کار انجام نمیده. ادامه حدیث رو ببینید. پیغمبر فرمود اینان، من پیغمبر دارم میگم، اینان به بهشت نمیروند. خب یا ما معتقدیم یا نیستیم دیگه. ادامه شو ببینید. و بوی بهشت را که از فاصله چندان و چندان کذا و کذا، چندان و چندانش من برای شما میگم، فرمودن انقدر این بوی بهش معطره و بوی عجیبی الهی داره، از 500 سال راه، یعنی کسی که بخواد راه بره 500 سال از نظر راهپیمایی مونده تا بهش برسه، بوی بهش رو استشمام میکنه. پیغمبر فرمود بوی بهش رو از که از فاصله چندان و چندان، که تو روایت دیگه فهمید از 500 سال راه
استشمام میشه کرد، به مشام میرسد استشمام نمی کنند، بوی بهش رو هم استشمام نمی کنند. حالا 70 سال تو مترو اینجوری راه بود، تو پیاده رو اونجوری راه بود، تو بازار مسلمین اونجوری راه بود. آخرش که پیر میشی دندونات آریه میکنن، موهای سرت سفید، خب چه خاکی میخوای به سرت بکنی آخ؟ خب آخرش که چی؟ سنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سیاتون که اذناب البقر یزربون به الناس و نساءون کاسیاتون آریات ممیلاتون مائلات رؤوسهن که از نمت البخت المائله لا یدخلن الجنه ولا یجدن ریحها و ان ریحها لیوجد من میسرت کذا و کذا. اتفاقا این حدیث صحیح مسلم نقل کرده، حدیث 21-28 هست و میزان الحکمه هم ذیل کلمه حجاب اینو نقل کرده. لسان العرب یک کتاب لغت هست، نوشته آقا شما اینو خوب ترجمه نکردید. از نظر من که لغت شناس هستم، مائلات در حدیث پیغمبر آورده این نیست. من لغت شناس به شما میگم مائلات از نظر لغوی زنانی را گویند که با کرشمه راه میروند. این از بس این روسری ها رو اینجوری بستن ها، ببین شال هست این هم اینا رو اگه دقت بکنی همینجوری هست، ببین گردن من شما نگاه کنی همش همینجوری، دقت بکنی همه همینجوری هست. خب بابا گردن درد میگیری آخه، دست از دیوانه بازی ها بردار، یه چیزی سرت کن راه برو قشنگ، مثل همه آدم ها راه برو تو. آخه یعنی چی این بساطی که درست کردی برای خود؟ آخه یعنی چی اینجوری میخواد برگرده کلش اینجوری کنه روسری افتاده شاله افتاد، این بعد با تمام قبل اینجوری برمیگرده، اینجوری برمیگرده. یه دونه از اینا که به گردن ببندیم، یه دونه اینا به کلش ببندیم، خرطومی میشه خوشگل. فرمود مائلات زنانی که با کرشمه راه میروند و دل مردان را میربایند، یا به زنانی گویند که روسری و مقنعه خود را کج و تا نیمه بر سر مینهند. یک لغت شناس داره این حرفو میزنه، میگه پیغمبر منظورش این بوده، یا با آرایش و زیور بیرون میآیند و خود را به نمایش میگذارند، که پیغمبر فرمود در حدیثشون چی؟ کاسیاتون آریاتون ممیلاتون مائلات. مائلات یعنی این زنها، اینا بوی بهش رو استشمام نمیکنن. ببینید چقدر قشنگ پیغمبر فرمود. بعد ایشون صاحب لسان العرب میگه ممیلات کیان؟ میگوید زنانی که به دیگر زنان یاد میدهند مانند آنها رفتار کنند. میگه من رفتم اینجامو تراشیدم، تو هم برو بتراش. اونم میره میتراشه، شوهرش هم یه مدت دیگه طلاقش میده تموم شد. من که میاد تو خونه چراغ نمیدارم، مثلا شب خواب رو جورا میکنن، یه وقت میبینه که یکی از ارواح جهنمی آمده اینجا. آقا تو کی هستی؟ من اینجا. من میگه نه هستم، من خانم شما هستم. میگه من تو رو نمیشناسم به جان شما. آخه چه قیافه‌ای تو داره؟ این ابرویی که خداوند به انسان داده، آخه ما برای چی بریم به جاش خال بکوبیم؟ آخه این قیافه‌ای که ما میگیریم یعنی چی؟ زنانی که به دیگر زنان یاد میدن مانند آنها رفتار کنند، در بی حجابی یا با تبختر و کرشمه راه میروند. به قولی مائلات یعنی زنانی که مانند افراد بدکار موی خود را شانه و آرایش میکنند، و ممیلات زنانی هستند که دیگران را به این گونه آرایش میکنند. یعنی میان زنان آرایشگری که تشویق میکنن که بیا ما اینجوری کنیم برات، این کارو کنیم، کار کنیم. البته میدونید همه اینا برای زمانی که برای نامحرم به کار بره، نه برای محرم. اینا رو قبلا ما توضیح دادیم. اینجوری آرایش کنن که بیان تو خیابون و بازار جلو نامحرما خودشونو نشون بدن. ببینید پیغمبر چقدر دقیق فرموده.